اسلام هراسی یکی از مشکلات بزرگ امروز جهان خصوصا در جامعه غربی است برای مثال وقتی به آمار دقیق و رسمی منتشر شده درباره اقدام های اسلام حراسانه ثبت شده در ایالات متحده آمریکا نگاهی بیندازیم به, به واقعیت امر پی خواهیم برد همکارم علی اکبری گزارش می دهد. شورای روابط آمریکایی اسلامی به عنوان یک گروه مدافع حقوق مدنی مسلمانان آمریکا دریافته که بیش از 500 حادثه ضد مسلمانان در نیمه اول سال 2021 ثبت شده که این امر به نگرانی های روز درباره افزایش اسلام حراسی افسوده است. در ماه می و جوان هنگامی که اسرائیل حمله خود را به غزه آغاز کرد و معترضین فلسطینی در بیت المقدس شرقی مورد حمله قرار گرفتند، گزارش های ضد مسلمانان به ویژه حملات به مساجد در آمریکا با افزایش چشمگیری روبرو شده است. چهار حادثه ضد مساجد فقط در ماه می ثبت شد و چندین حمله فیزیکی علیه زنان مسلمان با هجاب صورت گرفت. این سازمان در گزارش نیمه نخست امسال خود از حوادث ناشی از جهتگیری ضد مسلمانان و نمونه هایی از شدیدترین موارد سوء استفاده علیه مسلمانان در ایالات متحده و کانادا را ارائه داده است این موارد شامل جنایات ناشی از نفرت آزار و اذیت تبعیض کلام نفرت آمیز و خرابکاری علیه مساجد است این گزارش همچنین نشان داد که مقامات دولتی به طور مکرر از طریق رسانه های اجتماعی از عبارات نفرت آمیز ضد مسلمانان برای به هاشی بردن آنها استفاده می کنند. در حالی که موارد زورگویی علیه دانشجویان مسلمان نیز ثبت شده است. حضیف شهباز همه هنگ کننده تحقیقات و حمایت از تحقیقات ملی شورای روابط آمریکای اسلامی تیه گفت این گزارش با عنوان یادآوری ماهیت شدید اسلام حراسی و آنچه برای مبارزه با آن در ایالات متحده و سراسر جهان باید انجام شود عمل می کند. وی افزود اسلام حراسی یک پدیده خاص آمریکا نیست بلکه به شدت به یک آفت جهانی تبدیل شده است من از مقامات می خواهم اقدامات ذکر شده در این گزارش را برای سرکوب نجات ضد مسلمانان در اینجا و خارج انجام دهند